سلام خدمت دوستای عزیز، خوش آمدید به ویدیو امروز ما. امروز بازم در خدمتتون هستیم با یک آنباکسینگ دیگه. البته این بار یک گوشی خیلی خاصی می‌خوایم آنباکسینگ کنیم که یه طرفدار زیادی داره، خاطر اینکه در این مسائل گجت و این چیزا ایرانی زیاده، ولی کانال هموطنان ما در این موارد زیاد نیستم. بخاطر همه من این ویدیو رو تهیه میکنم، شاید بتونم برای کسایی که علاقه من در دنیای گجت و گوشی و چیزا هستم بتونم کمکی کرده باشم. امروز دوست عزیز ما آقا هادی هم امروز با ما هست و همینطور یک گوشی ترتمیز، هرچند که قیمتش بالاست. حالا ببینیم آنباکسینگ کنیم چجوریه. ولی خب چیزی که هست، همین که داداشم حمید گفت، منتها فیلم های خیلی زیاد هست به کنه مالی دوستای ایرانیمون هست، منتها تو بس هر گوشی و اینا یه خورده کمتر مشاهده میشه تو کانال هموطنان ما. در این مسئله داره کمکارم، حالا مخصوصا توی بس کرونا که خیلی کمتر شده، من خیلی وقت ندیدم. حالا آمدیم پیش داشت حمید، ببینیم تعریف به این چجوریه دیگه. خب دوستان میرم دیگر زیاد حرف نمیزم، خسته تون نمکنیم، میریم سراغ آنباکسینگ. دوستان عزیز، امروز گوشی آیفون 12 پرو رو میخوام براتون آنباکسینگ کنم. همونطوری که میبینید 128 جی بی حافظه، رنگش گلده دوستان، چه خوشگلم هست. دیگه همونطوری که میدونید آیفون شارژرها رو از جعبه خود حذف کرده، فقط یک کابل گذاشته. خیلی هم به خاطر از این کار از آیفون انتقاد کردن، بهانه کرده که مثلا به خاطر محیط زیست و این چیزا ما شارژر هست کردیم، ولی بیشتر مسائل اقتصادی هم به خاطر نفع خودشون هاش دیگه. دیگه همونطوری که میبینید داخل جعبه فقط یک دونه کابل شارژ یو اس بی سی هست. اینو میذاریم کنار و این هم برای سوزن سیمکارت دیگه هیچ قبلا میگرفتیم شما داشت چیز داشت خیلی قبلا آره خیلی خوب بود. مثلا کارتون که باز میکردی شارژر بود، اسپری بود، هانسپری بود، یه خلاصه خیلی وسایل بود. الان فقط نوار روش بود، الان هیچی هم میتونی ببینی یه چیز یه کارتون و یه گوشی سیم شارژی رو یه خشاب سیم کارت دیگه. واقعا چند سال دیگه فکر کنم اینم هست کنم اینم هست کنم فقط همین گوشی بفرسته، شاید باتریش هم بگیره. بیا گوشی رو دیدم دارم بیا بفرم گوشی. خب دوستان میریم سراغ گوشی. رنگ خوشگی رنگش که واقعا حرف نداره، گلد. بدنه گوشی که دوستان فولاد ضد زنگ، این سمت خشاب سیم کارت، سمت چپ دکمه های ولوم و دکمه بی صدا کردن، در بالا چیزی نیست. این برم دکمه خاموش روشنش و خشاب سیم کارت. پایین هم که دیگه میکروفون و پورت شارژ و اینم بلنگو. خب دوستان میریم گوشه روشن کنیم، راه اندازش کنیم، ببینیم که چجوریه دیگه، چی منتظر ما با یک گوشی. خوشدست نه؟ گوشیش واقعا خوشدست هم. واقعا وقتی که در دست خواهم میگری حس با کلاس بودن میرد آدم. واقعا یعنی با کلاس بودن حس میکنی یه جورایی. سیم گوشی را افتاد، منوی گوشی رو میبینید دوستان، چی روانم هست، واقعا قشنگه. این هم بخش نوتفیکیشن هایی شده دوستان، واقعا گوشی خوش دست و قشنگه. یا وی آیفون 12 که هست دوستان، همونطور که میدهد از چیپسیت نسل جدید آیفون برخورده، با اینه که 14 هست که واقعا سرعتش دیگه خیلی زیاده. فعلا تا امروز که ما ویدیو بریم سریع ترین گوشی دنیا هست دیگه، دستش نیومده بلاش. و همچنین با این که خیلی انتقاد شده بود از آیفون به خاطر که باتریش را نسبت در نسل قدیم آیفون 11 ها باتریش را کوچیک کرده بود، زودتر تمام میکنه باتریش را، ولی عمر
این باتری با یکی کوچکتر شده نسبت به آیفون 11 به خاطر چیپسید ایگانی که 14 مصرف شارژش خیلی بهینه‌تر و بیشتر از اونایی که باتریش کوچیک‌تره بیشتر از آیفون 11 باتریش دوام میاره و همینطور حجم گرافیک شو بود توی تست‌های بنچمارک سایت‌های بنچمارک تست کردم گوشی را واقعا این را ثابت کردم که با اینکه باتری کوچیک‌تر شده ولی بیشتر دوام میاره یعنی توی کارهای روزمره هر کاری که کنید یک روز کامل در کنار شما هست و شما را تنها نمیذاره یا کسانی که اهل بازی هستن برای پابجی یا آیفون فعلا بهترین نقطش داره برایش یه جورایی تقریبا بهترین کارهایی رو داره داداشم آره دیگه آیفون 11 که هست باستم بازم آیفون 12 امیز عادت نکردم بگم آیفون 12 حالا عادت میکنیم آیفون 12 که هست البته ای مدلش که ما گرفتیم 128 جیبی رم داره در کنار از میتونید شما با یه مبلغ بیشتری که پرداخت میتونید 256 جیبی یا 512 جیبی شده چون که رم نمیخوره به خاطر همین حافظه داخلیش خیلی مهمه حتی برای من 128 جیبی کافیه ما آره ولی خب بعضی ها هستن که مثلا عکس زیاد میگیرن فیلم زیاد میگیرن برنامه زیاد میذارم روی گوشی بگیره 128 جیبی شاید درشان اکتفا نکنم میتونم با پرداخت مبلغ بیشتری به 56 یا 512 شد تریفه هم مثلا و یه چیزی که شنیدم جدیدم بکنم این چیزا اینترنتی 5G 5G بله این الان مثلا الان این سپورت میکنم گوشی 2020 اکثرا در 5G اصلا وقتا فکرم هرچی گوشی 2020 سال گوشی که جدید معرفی میشن آره این آیفون 12 هم اولین گوشی آیفون چیز 5G هم دیگه همه رفتم سراغ 5G دیگه آیفون هم نمیتونی سازی قاتل عقب بمانم خود رسان دیگه سیستم 5G رو روی آیفون 12 کرد خب دوستان دیگه واقعا هرچی بگیم از این گوشی کم گفتیم واقعا یه دوربینش رو ببینید دوربینش چک کنیم اون چه جوری هم دوربینش رو بریم چک کنیم که چه رقم هم شفافه مسعود جان میتونی به از این مر یک فیلم بگیری که ما دوربین چک و همچنین دوستان مثلا الان میریم به دوربین یه عکس نرمال میگیریم امید به من نمیخون البته با اینکه تاریکه خب فعلا که فضای خانه میگه دوستان هوا هم تاریکه و ولی خب خونور لامپ این هم از آقا امید این هم عکس ما رو بگه خیره یه ولی خب چون خونه تاریکه خوردم فضای روشن هم مثلا تو روز اگه بخوای زیر نور خورشید عکس بگیر مطمئنن عکسای 100% خیلی بهتر میگیرم خب دوستان عکس پورتریش هم میخوایم امتحان کنیم امید جان یه دقیقه وایم امید بیا بابا یه خود ببینم چجوری هم یه ذره برو عقبتر خیلی اومده جلو خوبه 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 همونجا لبخند سی خب اوکی مرسی امید خب دوستان با کیفیت هم این قشنگ خیلی عالی سوژه است پس زمینه جدا میکنه کلن دقت کنیم ببینیم دوستان واقعا عالی سوژه است پس زمینه جدا میکنه انگار کار شده روش سیستم پورتش واقعا حرف نداره بریم روی چیز زومش بریم چقدر میتونه زوم کنه بکنه زوم دو برابر ببین وایتش نیستم ببین وایتش هم خوبه خوبه زیر نور لامپیم و این کلام هم اینجا بالای سر هم از چیز کلان اثر بخشی اونجا به تاریک بشم کیفیت خود میر پایین با هم خوبه حالا میمونم یه زوم بینیم که چقدر زوم میکنم 10 برابر زوم داره دوستان دیگه از این بیشتر نموشه مزو آب عکس خودم یک عکس بگیرم بینیم که کیفیتش چی داره با 10 برابر زوم نه خدایش اصلا به همین تعریفش میارزه آیفون خوبه کیفیت دوربینش هم بد نیست باشم تاریک هم بلن زیر نور لامپ کنیم برای این هم باید نظر بگیریم که در نور روز
تو فضای باز واقعا عکسای خیلی بهتری میگیرم. قطعا ویدیویش هم اگه امکان کنیم. خب دوستان ویدیویش که الان خودش یعنی نور تنظیم کنه که خیلی عالیه واقعا. یه تیکه ویدیو بگیرم مثلا از تلویزیون بگیرم. تعریفش هم من شنیده بودم که آیفون 12 زیر نور کم یعنی توی فضای شب خیلی اوتوماتیک خودش عکس و فیلم خوبی میگیره. واقعا عالی بود. یعنی اتاق تاریکه ولی اینجا ببینید چقدر روشن شده فضا رو. ببینید خودش میزون نور خیلی نورش خوب شده. اتفاقا با چشم عادی نگاه کنید کلا چیزا تاریکه ولی با دوربین اینجا ببینید عکسش چه چیز نکرد کار نکرد شرط تنظیم پورتریش نور تنظیم کرد. یعنی روی پورتری نور تنظیم میکنه ولی روی فوتو فوتوی معمولی عکس معمولی که کنم باید تنظیم شده. دوستان دوربینش هم که واقعا عالیه. یه چیزی که من یادم رفت دوستان صرف نمایش شده یادم رفت توضیح بدم. صرف نمایش میرفت کازه سازیش هنوز آیفون روی همو 60 مگاهرتز یعنی پیشرفت نکرده در این زمینه. نمیدونم چرا ولی شرکت های هواوی یا شیائومی سامسونگ S20 اولترا هم فکر کنم یا نوت 20 اولترا هم فکر کنم نرخ تازه سازی صفحه نمایششون رو در 120 هرتز واسه میدم که واقعا خیلی عالیه. خیلی ولی آیفون نمیدونم چرا روی هم 60 مگاهرتز گیر کرده صفحه نمایشش رو ارتقا نداده. مطلب صفحه نمایش هم الان هم باید که 60 مگاهرتز روی بازی ها و روی گرافیک های سنگین هنوز هم خوب کار میکنه ولی خب به خاطر که از قافله عقب نمونه باید هر چیز رو کار دیگه چیز کنه دیگه صفحه نمایش رو روی 120 هرتز برسونه که از شرکت های رقیب عقب نمونه. بگم که زید ضربه هست نه فعلا قوی تر چیزه هم قوی تر این شیشه یا که در گوشی رو کار داره سرامیک جدید هست البته شیشه هم ولی آیفون رو ادعا میکنه که سرامیکه. خب ولی هم دستگیری حالت شیشه مانه توی ویدیوهایی که برای مقاومتش هست ما دیدون واقعا مقاومت خیلی بالایی داره. و این که دوستان یه چیزی هست اینو حتما باید همون کوله یا همون قاب باید بگیری چون که الان مثلا اگه بخوای دوربینش اینجا بخوای بذاری معلومه هیچ کس نمیاد یه گوشه 1200 را خب بیهایی شاید بیفته جب آدم اینا. الان اینشو سه تا دوربین دارم ولی حالا دوربین هستش کدومه شاید همش دوربین اصلی بیا احتمال باید باشه مثلا این دوربین اصلی یه دوربین عمق سنج یا هم دوربین وایت شدستان و یه نقطه سیاهی که زیر دوربین میبینید دوستان مادون قرمز برای عمق سنجی برای وقتی که ویدیو یا عکس میخوایم یا واقعیت مجازی رو بخواین پیاده کنیم این عمق سنج که سوژه رو میتونه خوب تشخیص بده و این هم که فلشش و این هم یک میکروفون که برای فیلم برداری اینا صدا بهتر برسه. برای میکروفون اینجا هم هست و اینجا هم هست به خاطر فیلم برداری. دیگه دوستان چیز خاصی نمانده. البته اینا ضد آب که از هم گوشی هشتش هم ضد آب بود نه اپل هشت دیگه اینا دیگه بالای دو میتر باید بشه آی پیش هسته هشتش البته گوشه های سامسونگ چیزی که من خوندم تا یک میلیمتر نیم ساعت گفتن جواب میدن ولی خب کسی 600 یورو بخواد بده نیم ساعت فکر کنم گوشیشو بذاره ولی چیزی که تو تطبیقاتش نمیاد. نه این گوشه چیزا تقریبا خب اون جوری که خود آیفون چیز کرده گفته و ادعا میکنه در مدت یک ساعت تا عمر 6 متری میتونه چیز دوام بیاره. واقعا خوبه حتی هیچ کس جورت نمی کنه اگر تست کنم من خودم شخصا میگم تو باید زدی گوشی رو کنم بگم توی استخت عمق شیشت روی یک ساعت بذارمش چون واقعا ریسکش نمیاده چون خود شرکت اپل هم که هست اگه آب بره توی گوشی رو خراب شد چیز نمی کنه گارانتیش نمی کنه واقعا
نمیدونم چرا همه ادعا میکنم که گوشیشان ضد آب ولی خب ولی میگه که ما از این گزینش حمایت نمیکنیم اگر خب و این که این گوشه های چیز الان مگه چیزی یادم اومد الان اگر شیشه این خود بخواد بشه اگه بیشکنه حالا به هر حال گارانتی قبول میکنم فکر نکنم گارانتی شخصی بود این جدا یعنی بعد موقع خرید گوشی میره گوشی خود گارانتی میکنی بیمه میکنی بیمه میکنی حالا وقتی که بشکنه خسارت مالی خود گارانتی شد گارانتی های مختلفی هست مثلا از 8 و 10 یورو شروع میشه تا به بالا که تمام برای سرقت و برای شکستن و گم شدن همه چیزش پشتیبانی میکنه ولی خب وارانتی خود شرکت فقط چیز ایرادای نرم افزاری گوشی اگه مشکل پیدا کنه حمایت میکنه مثلا اگه دوربینش مشکل بخوره سیستمش مشکل بخوره میتونه گوشی رو براتون درست کنه یا که تعمیر کنه یا که مثلا نو بدم دیگه یه گوشی نو بجاش بدم اگه قابل تعمیر نباشه خب دیگه چیز خاصی نمونده دوستان خیلی پر حرفی کردیم امشب آره دوستان دیگه خلاصه مواظب خودتون باشید این شرایط کرونا و خلاصه موفق و کامیار و پیروز باشید داشتم دیگه گفتنی چیز داره با دوستان خب دوستان این بود ویدیو امروز ما امیدوارم که خوشتان آمده باشد تانسته باشیم یک کمک کرده باشیم با معرفی گوشی اگه کسی میخواهد قصد خرید گوشی آیفون داره امیدوارم که کمک کرده باشیم برش و دیگه گفتنی خاصی ندارم از آبادی متشکرم امروز آمد به این ویدیو ما رو همراهی کرد خیلی ممنون بسی در نفنی کام بودی و این که دوستان امیدوارم که هر جای دنیا که هستیم در کنار خانواده تان خوش و خورم زندگی کنید بدور از این ویروسی نحس کرونا همه جا سالم و سلامت باشید موفق باشید کانال ما رو سابسکرایب کنید ویدیوهای ما رو لایک کنید کامنت کنید زیر ویدیوها ویدیوهای ما رو شیر کنید اگه میتونید در صفحات مجازی کانال و حمایت کنید ما چون به حمایتتون نیاز داریم تا ویدیو بعد خدا حافظ